خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. این هفته از خونسردی مطبوعات ایران درباره تحولات تنگه هرمز خواهیم گفت. و برخوردشون با انتخاب نخست‌وزیر جدید بریتانیا. سلام آقای بهنود. مطبوعات دنیا و رسانه‌های دنیا اصولاً خیلی تمرکزشون در این هفته روی تنگه هرمز، در واقع تنش‌های بین ایران و بریتانیا بود. در روزنامه‌های ایران چه خبر؟ نه، در حقیقت میتونم بگم که روزنامه‌های ایران خیلی به این موضوع توجه نداشتند و در تمام طول هفته نگاهش نداشتند. البته نگفتن اومد که مثلا فرض کنید نشریه مثل جوان، نشریه نزدیک به سپاه پاسداران، چرا؟ اما اول هفته عکس خیلی جالبی رو در صفحه اول گذاشتش که برخورد اولیه با کشتی اولیه بریتانیایی بود در اونجا که داشت مثلا این قایق ایران دورش میزد که هدایتشون کردن. یه عکسی است که لابد پهپاد گرفته، عکس رو از آسمون گرفته شده بود. کما بیش راجبش هم نوشته میشد، ولی به هر حال تا اونجا که من دیدم هیچ روزی تیتر اصلی روزنامه ها نشد. خب آقای بهنود، میخواین شروع کنیم با روزنامه همشهری که نگاهی کرده به همین داستان تنگه هرمز و نوشته چشم ها به هرمز. ببین، اندازه ها همینقدر بود، بیشتر از اینها هم نبودش. گزارشی است که همشهری تهیه کرده، گزارش خوبی هم است. با آقای رضا نصری که میشناسیم، کارشناس زمینه هست، کارشناس حقوقی، و همینطور با آقای ابوالفهد حرف زده راجع به این ماجرا. هر دوشون حرفایی زدن که حرفای خیلی تخصصی است، به خصوص که آقای نصری اصلا رفته جزئیات این ماجرا رو در آورده که حالا خودش در وقت ما نمی گنجه. اما همینقدر بگم که گفته است که بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی توان و قابلیت اجرایی این رو ندارن که با ایران وارد بازی توقف نفتکشا بشن، یعنی حادثه که در زمان جنگ ایران عراق شد، یا در پس اجرای دستورات آمریکا منافع خودشون رو به صورت مستقل تضمین کنند. و این به نفع همه است که به جای قدم گذاشتن در مسیری که پایانش مشخص نیست، همه برن به قوانین بین‌المللی تن بدن. اما آقای ابوالفت یه سخن دیگه ای میگه، ذره جلوتر رفته، معتقده که برجام تقریبا از دست رفته و مثل کسی است که تنفس مصنوعی داره. برجام به یه شوک نیاز داره. حالا ایران تا کنون چند تا شوک وارد کرده که امریکایی‌ها نپذیرفتن. این اقدامات اخیر در تنگه هرمز میتونه برجام رو احیا کنه به نحوی که امریکایی‌ها ببینن راهی جز چارچوب برجام وجود نداره. در غیر این صورت با ادامه روند فعلی تا چند ماه دیگه برجام از بین خواهد رفت. دو تا مصاحبه خوبم هم داشت روزنامه همشهری. یکی مصاحبه هست که اون بالا میبینید از با خانم در واقع نایب رئیس فدراسیون فوتبال زنان کرده، لیلی صوفی‌زاده. خانم لیلی خورسند باشون مصاحبه کرده و توی اون مصاحبه انتقاداتی که به ایشون شده رو مطرح کرده، از جمله این که چرا تلاش نمی‌کنن که زنا بتونن برن در استادیوم، و ایشون هم میگه که نمیتونین در استادیوم رو باز کنین که 50,000 زن وارد استادیوم بشن، از اینکه چرا فدراسیون برنامه بلند مدت برای زنان نداره، از اینکه چرا حق پخش تلویزیونی برای مسابقات گرفته نمیشه، که اونم ایشون هم میگن که این یه ماجرای فراملیه و خیلی دست من نیست. در صورت مصاحبه جالبیه و میشه نگاه کرد. مصاحبه بعدی هم مصاحبه هست که با خانم ابتکار شده که ایشون هم داره میگه که داستان انتخابات و خب هر کسی سعی میکنه که گروه های مختلف مردم رو تشویق به انتخابات میکنن. در اینجا در واقع خانم ابتکار میگن که مخالفان دولت دارن تلاش میکنن که مردم رو ناامید کنن که در انتخابات شرکت نکنن. خب بریم صبح نو رو ببینیم. یه تیترون بالا زده، پرروهای روزنامه انگلیسی. این روزنامه به حال اصولگرایان هست، یا به قول خودشون نو اصولگرایان هست. همونطور که می‌بینید خبری داره در مورد آخرین روزهای دولت خانم تریزا می و واکنش هانت به مسئله. اونجا میگه که انگلیسی‌ها بابت اقدام قانونی ایران در توقیف تانکر نفتی این کشور در تنگه هرمز مشغول رجزخوانی هستند. یعنی حالا به حال احساس می‌کنی که توی خلأ هست و میشه این کار کرد. اما به نظرم با نکته از همین آقای رضا برجی رو دارید
تصویرش رو ببینی. البته موقعی که ما او رو دیدیم جوان بوده، خیلی هنوزم جوانه، ولی حالا در این هیبت ندیدیمش. باش مصاحبه میکنه به خاطر اینکه ایشون علاوه بر اینکه عکاس، شغلش اصلا عکاسی است، یک مستندی هم ساخته است در مورد حضور ایران در بوسنی، یا دیگه مال دوره بچگی شماست. اصلا برای من جالبه الان تو این همه داستان‌ها و تنش و با دنیا و با نمیدونم بریتانیا، آمریکا، نمیدونم داستان‌های برجام، انتخاباتی که پیش رو، به تورم، بیکاری، یه خود داستان سر بوسنی. آره، بعد این خودش موضوع جالبیه. بعد سوال میکنه که شما از نظر فرهنگی و به خصوص مسائل فرهنگی و هنری خیلی تکیه میکنه که چرا داری؟ آقا برجی میگه که ما خیلی اونجا فرصت از دست دادیم، در حالی که ایشون معتقد است که اگر ایران نبود تو اون شرایط اونجا و جهاد سازندگی نبود که یه پلی رو ساخت که کانالی رو اونجا خیلی ساخت نجات داد، که حالا اینا همه باید اثبات بشه البته، میگه که ولی الان اصلا هیچ کی تو بوسنی اصلا اسم ایران نمیاره. موزه ای هم که درست کردن راجع به اون شرایط جنگ که منجر شد به خلاص شدن بوسنی، همه هستن توش، نیستش. بعد میرسه مسجد سازی، میگه حتی لیبی اینا همه مسجد ساختن، ما مسجد نساختیم. و همونه که به اصطلاح تیتر مطلب هم شده است که افسوس میخوره بابت اینکه مصاحبه کننده مدام داره میپرسه که خب چه کارهای فرهنگی و هنری میتونه بکنه. بله، فرهنگی رو توی مسجد. متاسف هستن که ما یعنی ایران مسجد نساخته. خب روزنامه کیهان رو بریم ببینیم. کیهان که در ماجرای مربوط به سریال گاندو، در حقیقت به شدت با طرف مقابل که میگفتن که این به اصطلاح اینو تبلیغ اطلاعات سپاه هست علیه دولت و به این دومیش ایراد داشتن، نه کیهان طبیعتاً پشت اونها بود و معتقد بود که دولت اصلا بدتر از اینا باید بهش گفته شو اینا. الان که یک خبری در اومده است با یک فیلمی همراه، البته فیلم مستند دیگه، سریال نیست، که وزارت اطلاعات در آورده راجع به 17 تا مأمور سیاهی که گفته میشه بعضیشون هم حکم گرفتن، حتی حکم اعدام گرفتن، پرونده بعضیشون رسیدگیش تموم شده، کیهان اومده و در حقیقت داره نشون میده که برای من هر کسی که به صلاح کار امنیتی میکنه، چون داره امنیت کشور محافظت میکنه، خوبه. بنابراین اومده به دفاع از این گروه، وارد این خطبندی بین اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نشده. در حقیقت سرمقاله هم که نوشته راجع به همین ماجرای هرمزگان هست. اینجا هم یه چیزی اتفاق افتاد که نمیدونم عقوبتش چه خواهد شد و چقدر آگاهانه بود یا نه. آقا خامنه‌ای در دیداری که با این گروه به صلاح نفر دوم های حماس کرد، اونجا گفته که فلسطینی‌ها امروز به جای سنگ مجهز به موشک های نقطه زن هستن. این ادعایی است که مدت ها بود که اسرائیلی‌ها می‌کردن که ایران به اینها موشک های خیلی دقیقی داده است و اینا، و تکذیب می‌شد. این دفعه تا اونجا که من میدونم این دفعه اولی است که آقا خامنه‌ای دارن میگن که اونا چه موشکایی دارن، این هم طرفی که ما ازش حمایت می‌کنیم. خب روزنامه بعدی رسالت هست. حالا این واکنش به نخست وزیر بریتانیا رو در رسالت می‌بینیم. یک کارتونی گذاشته که شبیهش این روزا تو روزنامه انگلیس هم خیلی زیاد می‌بینیم، که بوریس جانسون رو نشون میده به عنوان آدمی که حامیش ترامپ هست، و به خصوص اینجا با این موهای بلوند دوتاییشون خیلی کار میشه تو نشریات انگلیسی. اینجا رسالت هم تیترش زده باشگاه بی پنجتایی شد، اشاره است به حرفی که آقای ظریف زد راجع به چهار تا بی، و حالا میگه که بوریس هم بهشون اضافه شد. خب بریم روزنامه ایران. روزنامه آخر هفته است. نگاه کردی به صحبت‌های آقای روحانی؟ بله، آقای روحانی البته در طول هفته این بحث رو همینطور ادامه داد، و در حقیقت خیلی هم بودن که در حرفای آقای ظریف و همینطور در حرفایی که از واشنگتن می اومد یک نوعی نرمش، شروع انگار که آره، یه حرکاتی، مذاکراتی بله. شاید شروع به حال اینطوری پیدا شده، چون به قول یکی از کسایی که تو توییت نوشته بود، اینکه فکر کنیم که ناو هواپیمابر رو با 2000-3000 نفر کرو اینا همطور اومده که هر دو روزی مرتبه دونه پهباد رو بزنه، یه ذره شوخی هم به نظر میرسه.
بنابراین فضا تبدیل شده به یک نوع بازی و از توش جماعت احساس به این کردن که فضا آرومتر شده دیگه، حالا موقع مذاکره کردن. دیاکو حسینی هم یه مطلبی نوشته که توی این مطلب میگه که ایران خیلی مسلمه که اگه بخواد که تن به پذیرش مذاکره بده در شرایطی که هنوز تحت تحریمه، کاملا به قول معروف شکست خواهد بود و بدترین به قول معروف مذاکرات تاریخ خواهد بود. و داره یه جوری نگاه میکنه که خب آمریکا هم با این شرایط نمیاد تحریم ها رو ورداره، ولی بالاخره میشه راههایی پیدا کرد که در همین شرایط کم بله آماده کرد فضا رو برای مذاکره. خب بریم سراغ برگزیده ها. آرمان امروز این نشریه بود که به شهری که شما ها میدونید، برای یادآوری فقط عرض میکنم، سال 84، یعنی درست همون موقعی که اون انتخابات معروف برگزار شد که آخر سر آقای هاشمی هم اومد توش، آقای هاشمی با آقای احمدی نژاد تنها موند و اینا، از روزنامه های نزدیک به آقای هاشمی بودن. اصلا اصولا در حقیقت میشه گفت آخرین اثر آقای هاشمی و حواریونش در مطبوعات بود، در همه این سالا به ایشون و به خانواده ایشون نزدیک بود. کیهان اینا هم بهش میگفتن روزنامه خانواده هاشمی. و حال روز دوشنبه تعطیل شد، اعلام نکردن چرا؟ نه هنوز، ولی تعطیلش قطعی است و به همین جهت هم برای خیلی از آدما خب چیز داشت، باعث تأسف بود. شد چند نفری آدم حرفه‌ای داشت که همه این سالها، یعنی از سال 84 تا الان باش کار میکردن، ولی این موضوع مهمی است که به حال یه عده که اینجا کار میکردن الان قراره که چه سرنوشتی پیدا کنن. یه عده حرفه‌ای توش بودن از قدیم، یعنی خیلی نشریه بی کس و کار و دوتا کامپیوتری نبوده. مهم اینه که واقعیتش اینه که هر روزنامه‌ای که تعطیل میشه فقط اون کسانی که دارن مینویسن و توی صفحات حضور دارن، پشت اون داستان یک کلم حروفچین هستن، صفحه بند هستن، کسایی که دارن این مطالب رو میخونن، خبرنگار هستن. در آخرین شماره هم تو که دارید میبینید مهمترین مقالش از آقای محمد هاشمی است. خب بریم برگزیده بعدی، از روزنامه ایران هست، گزارشی از خانم ترانه بنی یعقوب. و این من گزارش حالا شما بگید ذره راجبش. من همینقدر اول گفته باشم که این به نظرم خیلی نگاه خوبی بود، به خصوص که همین دو سه هفته پیش من چیزی که خودم اصلا نمیدونستم، نمیدونم شما بودید یا نه، یه گزارش خوندم توی یکی از روزنامه، شاید گاردین، که اسید پاشی در بریتانیا چقدر هست. و ظاهرا یه زایده خیلی جداست، متوب لابد تعدادشون قد نیست یا سر صدای رادیوشون قد نیست. درصد اتفاقیه که در شاید خیلی کشور جهان اتفاق بیفته. در این گزارش خانم بنی یعقوب داره میگه که انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی تشکیل شده که فعالان اجتماعی هستن و قربانیان اسیدپاشی که در واقع حمایت میکنن از کسانی که مورد اسیدپاشی قرار گرفتن، براشون به قول معروف امکاناتی فراهم میکنن. که یکی از اونها نکته جالبش اینه که اون خشمی رو که اول روزهای اول و حتی شاید تا سالها با اون کسی باشه که مورد این خشونت قرار گرفته، سعی میکنن این رو یه ذره بیارن پایین تر. میگه این انجمن داره هشدار میده که تعداد این اتفاقها داره بیشتر میشه، زیادتر شده. و نکته دیگرش اینه که فقط شامل زنان نمیشه. تو این گزارش با مردی مصاحبه کرده که از طرف زنش مورد این خشونت قرار گرفته. میگه صبح قرار داد بود برم یه سفر کاری و توی خواب به من اسید پاشید، برای اینکه به من شک داشت، میگفت تو قیافه خوبی داری، مثلا ممکنه بری با آدم های دیگه. یه کسی دیگه هم که میگه که خواهر شوهرش بله، اونم بهش حسادت میکرده، یه روز زوری اینو میبره ناهار خونش، بعد با هم مثلا بعد از زور بوده میخوابن، میگه یه حد دیدم دارم میسوزم، فکر کردم چای داغ ریخته. خواسته میدونید یه خشونتی که واقعا حالا هر دلیلی هم داشته باشه نباید نتیجهش این باشه. بله، قاعدتاً حتما. به خصوص این عواقبی که میگه در مورد همین خانومی که خواهر شوهرش این کاری کرده، میگه که اینا همسایه‌اند و هم دائم هم دیگر هم مجبورن ببینن. نکته
تلخ‌تر شاید این باشه که پرونده‌هایی که تشکیل شده و به دادگاه رفته، حداقل اینایی که در این گزارش باشون مصاحبه شده، اکثرا اون متهمان یا مجرمان الان آزادن و در جامعه هستن و اون کسی که قربانی خشونت بالاخره مجبوره در طول زندگی با این آدما همچنان سرکله بزنه. گزارش بسیار تکون دهنده و خوبی بود. بعدی مجله جدیدی هست به نام مشق فردا. مشق فردا ببخشید شماره اولش منتشر شده، شماره اولش رو دارید میبینید، ماهنامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی هستش. از ترکیبی داره چه از خود آقای رضایی که صاحب امتیاز و سردبیر هست، چه از ترکیب نویسنده ها که توش مطالبی دارند، میشه فهمید که بسیار گرایش ذهنیشون به کدوم سمت هستش. پیداست که یک به اصطلاح زمینه اصلاح طلبی داره. علاوه بر این بذارید به چند تا از اون چی که توی غیر اومده اشاره کنم. یک مقاله‌ای داره سعید عجاریان که اتفاقا عضو شورای به اصطلاح راهبردی مجله هم هست. فقط اینو بگم که مثل این که مشق کرده، مثلا مشق سیاست، مشق مردم، بخشاره مال آقای حجاریان در مشق مردمه. مشق مردم اشاره میکنه، به نظرم به نکته خیلی مهمی نزدیک میشه. در حقیقت اینجایی که این اعتراض ها یا حرکات های مدنی که قرار میگیره، اینا راه های جلوگیری کردن از این که به تندی بکشه از هر دو طرف، و این کجاست و به ساز زمینه های تأثیر گذاریش، تأثیر پذیریش در کجاها خودشو نشون میده. من مجله رو خیلی مجله پروپیمونی دیدم در اندازه یک کتاب، مثل بیشتر مجلاتی که منتشر میشه، و میبینم که توش برای این شماره یک خیلی کار شده. امیدوارم آقای رضایی موفق بشه شماره بعدی هم همینقدر پروپیمون باشه. و این به صلاح ربطی به انتخابات و آماده شدن فضا برای انتخابات یا آماده کردن فضا برای انتخابات نباشه، و همینطور که در بطن حرفا برمیاد اصالتا به نوع حرکت، این به خصوص مقالاتی که درباره حرکت‌های مدنی و یه تا چیز دیگه هم بود، یکی آقای علی مرشدی زاد مقاله داره با عنوان ابزارها و روش‌های جنبش‌های اجتماعی که پیشینه و کارکرد جنبش‌های اجتماعی رو نگاه کرده، و علی اصغر سباخ‌پور که از مفهوم تجمع، در واقع مفهوم تجمع رو از منظر حکومت‌ها و رویکردهای سیاسی نگاه کرده و به چیزی به نام تجمع حراسی که احتمالاً اون چیزیه که خب خیلی از حکومت‌ها ازش حراس دارن پرداخته. کلاً مجله پروپیمونیه و به قول شما امیدواریم همینطوری پیش بره. بذارید اینم بگم که قسمت اول از یک بررسی رو که بهمن عمویی کرده، میدونید که بهمن عمویی اصولاً کتاب خیلی خوبی هم درآورده پارسال در این زمینه، اصولاً کارش روی زمینه‌های اقتصاد و به خصوص مفاسد، گروگارهای فساد در اقتصاد است، و کار فوق‌العاده انجام داده. سالها هم به نظر میرسه زندانی که کشید از این اصلی همین کار داد. اینجا درباره خصوصی سازی بحث میکنه. این قسمت اول یه پروژه بزرگی است که کار کرده که با مورد و دقیق نشون بده که این خصوصی‌سازی که انجام شده چرا به عبث رفته، چرا به راه بیگانه رفته، بیشتر داده شده به خودیا بوده. اینو به طور کلی همه میگن، یعنی از خود حکومت‌ها فلان اینا میگن تو ایران، این رو منتقدینشون هم میگن، اپوزیسیون هم میگن، ولی وقتی تو جزئیات میریم یه بحث دیگه ایه، یه شکل دیگه ای پیدا میشه برای کار. به هر حال این راه و رسم واگذاری که عنوان مطلب بهمن عمویی است خیلی مطلب خواندنی است، یکی از خواندنی ترین مطالب این شماره مشق فردا است. بریم مجله ها هنر تجربه رو ببینیم. هنر تجربه رو دارید میبینید که هنر تجربه همینطور که میدونید به شماره 23 میشه، نزدیک به گروه به اصطلاح به سینمای هنر تجربه. بذارید از همین اول شروع کنم. آقای مکری سردبیر اینجا اتفاقی افتاده است، صحبت میکنه راجع به اینکه اکران تیرگان که در تابستون صورت میگیره، میگه که در اینجا یه چیز خیلی مهمی به شکل میخوره مثل فستیوال دیگه، و اون خانمایی که الان اومدن کارگردانی میکنن و رشد کردن و دیده شدن در دنیا و رفتن. این پایین که دارید میبینید به عنوان نمونه
از تیرگان سه تا عکس گذاشته که فاطمه احمدی هست، خانم گل مکانی هست و خانم هاجر، اگه گفتین مهرابی، من تو مهرابی خیلی ریز واقعیتش من تو مهرابی و بهرامی ایشون ببخشن که چیز به خاطر اینکه ما همینجا توضیح بدیم، هم شما سعی کردید بخونید، بله. هم عینکا آقای فانی، هم عینکا، اینم عینکمو آوردم ولی به خدا نتونستم زربین چیز دیجیتال آقای فانی هم فایده نداشت. به حال حالا از این که بگذریم و از این به اصطلاح هفته فیلم اروپایی که در تهران بوده، میرسیم به این فیلمی که اینجا روی جلد اومده که اسمش از کارت پرواز. اینجا به آقای رحمانی داریم میبینیم که کارگردان است، منصور شهبازی و ندای جبرئیلی. کافی است این خدمتتون بگم که کارت پرواز روی پایه فقر و این موضوع مطرحه که فقر تا کجا میتونه آدمو ببره. یک زن و شوهر جوانی به هر سوراخی که میزنن این فقر چاره نمیشه و محرومیت چاره نمیشه و ناچار میشن که ریسک بزرگ بردارن. ریسکی که در جلوی پاشون قرار میگیره ترانزیت مواد مخدر هست، با این توضیح اضافی که راه بی خطرش اینه که اینو بخوری. این فیلم هم سرگذشتش همینه و فیلم تکوندنده است، اینطور که اصلا ما که ندیدیم فیلمو از کارت پستال میفهمیم که پایان خونالودی هم از خود مثلا پوستر میفهمیم. مصاحبه هم باشون کردن، حرف خیلی خوبی هر سه نفرشون داشتن که راجع به این فیلم و جزئیات دادن. طبیعتا این تنها فیلمی نیستش که معرفی شده، فیلمای دیگه، فیلم پنج هم معرفی شده، فیلم رضا هم معرفی شده، اینا همه فیلمای یگانه است که دیدنش واقعا جذابه و این فیلم میدان جوانان سابق رو هم مطرح شده. من یه چیز خوشحالی از اینه که فیلم میدان جوانان سابق خیلی با استقبال مواجه شده، بیش از اون که فکر میکردیم، و در شهرهای مختلف اکران شده و میدونید همین که آدم میبینه که مثلا روزنامه نگارا اینقدر طرفدار دارن، بله، اصلا واکنش هایی که نشون میدند به آدم. این عکسی که مایه اصلی این فیلمه، این عکسی است که در سالگرد جامعه تو حیات جلوی، یعنی تو میدان جوانان جلوی دفتر جامعه گرفته شد. من توی این عکس نیستم، یعنی اون روز نبودم و غیر، اما با مزه است شما یه نسلی از روزنامه‌نگارا که تقریبا نصفشون هم تارمار شدن هستن و بسیارشون نیستن، بسیار، ولی میزان علاقه مردم، یعنی غیر روزنامه‌نویسا رو دارم عرض می‌کنم، خیلی ها به من پیغام فرستادن که دیدن، یعنی فرض کردن یکی از این سرا قاعدتا اون پشت دیده نمیشه. اینا من بودم اصولا با خانم مینا اکبری که کارگردان فیلم هستم مصاحبه کرده و او هم مثل ماها یه ذره تعجب کرده از اینکه این فیلم مستند. مینا اکبری هم سابقه بسیار طولانی در مطبوعات داشته، به خصوص بله تو حوزه سینما و واقعا خسته نباشه صاحب اله بوده، بله. خب آقای بهنود، بریم کارتون آخر رو ببینیم از رضا میرشاولد، محمد رضا میرشاولد، بله بله. شیطان در پوست صلح طلبی، بله. این در حقیقت میشه گفتش که به نظر میرسه منظور مثلا اروپا یا آمریکایی باشه. آمریکا که فکر نمی‌کنم باشه. آمریکا آقای ترامپ اصلا ادعای صلح طلبی پرنده صلح که حالا زیرش یک گاو قرمز جنگجوی یا شیطان حتی در اومده بیرون و به نظر من شاید این حرفای اروپایی ها باشه که هنوز اصرار دارن بر این که به حال جامعیت داره، بله جامعیت داره. خب حالا امروز من نکته آخر من بخونم، بله. شهرام شهیدی تو صفحه طنز شهرونگ مادر بزرگ خودشو مجسم کرده که اون حادثه‌ای که هفته گذشته در موردش صحبت کردیم، آتش سوزی میدان حسن آباد، که وقتی این اتفاق میفته مادر بزرگش میره توی اتاق، درم میبنده و بیرون نمیاد، هرچی هم که بهش زنگ میزنه چی میکنه اینا جواب هیچ کسی نمیده، ولی در شبکه‌های اجتماعی فعال بوده، اکتیو بوده. میگه که تا امروز صبح بالاخره ایشون از در اتاق اومد بیرون و گفت با تحسن اخیرش در اتاق به نتایج درخشانی دست پیدا کرده و لازمه که همه بیان و بشنون که چی میگه. متفرق نشوید که الان حرف اصلی هم رو میزنم، ماجرا از این قراره که من بالاخره تونستم دستورالعمل نابودی فرهنگ و هنر رو تدوین کنم و باید اون رو در نهاد یونسکو
ثبت کنم و توضیح میده که چه راههایی پیدا کرده. عرض کنم که برای تخریب هر اثر هنری فرهنگی این کشور از تخت جمشید گرفته تا میدان حسن آباد و عمارت تاریخی تابان ضروری است که یکی از چهار عنصر اصلی یعنی آب، باد، خاک و آتش استفاده کرد. خلاصه دونه دونه هم توضیح میده که چطوری میشه اینا رو نابود کرد. یک، ساخت یک انبار کاغذ، پارچه، بارود و یا برای کسب اطمینان احداث هر سه انبار در نزدیکی اثر فرهنگی. و این داستان همینطوری ادامه پیدا میکنه و میگه که به نظر من اگر تاریخدان‌ها خوب و نه به سبک نمایندگان مجلس تحقیق و تفحص کنند، حتما شواهدی پیدا کنند که تخت جمشید توسط اسکندر به آتش کشیده نشد، بلکه کشف سند ازدواج شادروان دکتر مصدق در صندوقچه موجود در کاخ داریوش موجب بروز استکاک و زدن جرقه و آتش سوزی گسترده شده است. بله، این از مادر بزرگ آقای شهیدی. خیلی خیلی ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما. منتظر نظراتتون در مورد برنامه‌های تلویزیون، رادیو و وبسایت بی بی سی هستیم. کافیه که به بی بی سی دیدبان توییت کنید یا به آدرس didban@bbc.co.uk ایمیل بزنید. با شناسه @bbc شما هم میتونید در تلگرام با ما در تماس باشید. هشتگ دیدبان رو هم یادتون نره. همینجا از طرف خودم و آقای بهنود با شما خدافظی می‌کنم. تا هفته آینده شب و روزتون خوش.